جنگنده F-14 تامکت دارای سابقه رزمی بسیار قابل احترامی در نبردهای هوا به هوا هستش. با آنکه جنگنده F-14 تامکت یک جنگنده آمریکایی هستش، اما اکثر امتیازات اون نه توسط خلبانان آمریکایی، بلکه توسط خلبانان ایرانی کسب شده است. هیچ یک از خلبانان آمریکایی تامکت به وضعیت تکحال، یعنی به 5 پیروزی یا بیشتر نرسیدند، اما خلبانهای F-14 ایرانی به موفقیت‌های بیشتری از این هم رسیدند. خلبانان ایرانی در مجموع 130 پیروزی در مقابل تنها 4 شکست داشتند. طبق گزارش‌ها، حد نصاب دورترین شکار هوایی توسط تامکت نیز متعلق به خلبانان ایرانی هستش که طی جنگ تحمیلی یکی از خلبانان تامکت ایران موفق به شکار یک فروند میراژ عراقی از فاصله 150 کیلومتری می شود. و همچنین یکی از جالبترین پیروزی ها شکار 3 فروند جنگنده میگ عراق با شلیک یک موشک فینیکس از جنگنده تامکت بود. در ویدیوی قبلی راجع به نقشه هوشمندانی عراقی ها به کمک فرانسوی ها صحبت کردیم که باعث آسیب دیدن 4 فروند F-14 تامکت در یک روز و نابودی 3 تا از تامکت ها توسط میراژ ها شد. در این ویدیو میخواییم به انتقام تامکت ها از میراژ ها بپردازیم که مکمل ویدیو قبلی هستش. با ما همراه باشید. بعد از اینکه میراژهای عراقی موفق شدند در یک روز 3 تا از تامکت‌های ایرانی رو نابود کنند و یکی از تامکت‌ها رو تا مرز سقوط بکشند، خیلی خوشحال شدند و امیدوار شدند که میتونن با جنگنده‌های جدیدشون نیروی هوایی ایران رو فلج کنند و اگه نیروی هوایی ایران شکست بخوره، خیلی راحت میتونن به داخل ایران پیشروی کنند. اما این پیروزی میراژها به معنای قوی تر بودن میراژها نسبت به تامکت‌ها نبود، بلکه فقط از یک ضعف امنیتی استفاده کردند. بعد از این اتفاق، سرهنگ عباس بابایی یک جلسه تشکیل میده و تمام خلبان‌های F-14 رو احضار می‌کنه. موضوع جلسه تهدید جنگنده‌های میراژ برای ایران و راه شکست دادن اونها بود. این جلسه اضطراری تا ساعت 12 شب طول کشید. همه خلبان‌ها نظرات خودشونو می‌دادن و همه نقشه‌ها و حالت‌ها رو بررسی می‌کردن. در همین جلسه آقای فضل‌الله جاویدنیا یه ایده بکر به سرش می‌زنه و از عباس بابایی می‌خواد که تمام پروازهای روز بعد رو کنسل کنه. از پروازهای مسافربری گرفته تا پروازهای نظامی، تا بتونن عملیاتشون رو با موفقیت انجام بدن و احیاناً اگه جنگنده‌های عراقی وارد ایران شدن، تو رادار به راحتی مشخص باشه و تونتون چک نکنن که این پرواز خودیه یا نه. و اگه تو آسمان منطقه هیچ هواپیمای خودی نباشه، هر هواپیمایی که تو رادار تامکت‌ها مشاهده میشه هواپیمای دشمنه و خیلی راحت میتونستن به اون هواپیما شلیک کنن. این ایده تایید میشه و آقای بهرام هوشیار دستور لغو تمامی پروازهای ترابری، مسافربری و حتی نظامی رو صادر میکنه. ساعت 5 صبح 4 آذر 1360 آقای جاویدنیا و آقای غلامرضا خورشیدی طرح پروازیشون رو چک میکنن و در ساعت 6:30 صبح F-14 تامکت از باند پروازی پایگاه 8 شکاری مسیر خودش رو به سمت اهواز در پیش میگیره. منطقه ایستایی تامکت های ما شمال اهواز تا نزدیک حمیدیه بود. البته عراقی ها یک سکوی موشکی سام در حوالی حمیدیه مستقر کرده بودند که برای تامکت ها تهدید بزرگی حساب می شد. از اونجایی که عراقی ها با رادار زمینی خودشون از موقعیت تامکت های ما باخبر بودند، چند دقیقه بعد 2 فروند جنگنده میراژ از یک پایگاه در نزدیکی بصره به پرواز در میان. وقتی میراژ ها به تامکت ها نزدیک می شدن و توجه تامکت ها رو به خودشون جلب می کردن، دور می زدن و به سمت خاک خودشون بر می گشتن تا F-14 های تامکت دنبال اونا برن. با این تکنیک میخواستن تامکت ها رو نزدیک مرزهای خودشون ببرن و این رفت و برگشته پی در پی انجام میشد تا زمانی که آقای جاویدنیا با پایگاه زمینی ارتباط برقرار میکنه و میگه که میخوام برگردم. این خلبان باهوش میدونست که پایگاه های عراقی با رادارهای خودشون مکالمات اینا رو شنود میکنن و با خلبان های میراژ به اشتراک میذارن. وقتی آقای جاویدنیا F-14 رو وارونه میکنه و به سمت زمین شیرجه میزنه که یعنی میخواد برگرده، میراژها جرأت پیدا میکنن و نزدیکتر میشن و آقای جاویدنیا با تمام قدرت دماغه F-14 رو به سمت بالا میکشه و تامکت رو به صورت عمود در میاره
و سپس ناگهان هواپیما رو به حالت عادی برمیگردونه و با این دوران 360 درجه باعث میشه که میراشا گول بخورن و به تامکت ها نزدیکتر بشن. با این حرکت وقتی آقای جاوید نیا میبینه فاصلش با میراشا 14 مایل شده و خیلی نزدیک هم شدن، بدون درنگ یک موشک فینیکس شلیک میکنه و موشک با برخورد به یکی از میراژها باعث متلاشی شدن اون میراژ میشه. قطعات میراژ متلاشی شده به اون یکی جنگنده هم برخورد میکنه و باعث میشه اون یکی میراژ هم آسیب ببینه، در نتیجه نتونه ادامه بده و به سمت عراق برگرده. آقای فضل الله جاویدنیا و آقای غلامرضا خورشیدی با این ایده بکرشون و شجاعتشون تونستن درسی به عراقی ها بدن که تا عمر دارن فراموش نکنن و همچنین انتقام تانکت ها رو هم گرفتن.